دوقلوها در حال مرگ بودند. دکترها بلافاصله دست به کار شدند تا شاید بتوانند آنها را نجات دهند. میشل برنتلی بعد از به دنیا آمدن پسر اولش خیلی زود فهمید حامل شده. فقط 8 ماه از حاملگیش میگذشت که فهمید بچه دومش در راهه. برنتلی و نامزدش برایان میرابل فهمیدن که 2 پسر دوقلو در راه دارن و اینکه دوقلوها به هم چسبیدن. همه فکر میکردن زود به دنیا خواهند اومد و شانس زنده موندنشون 1 در 5 بود. کانر و کارتل میرابل در 12 دسامبر و در هفته 34 حاملگی به دنیا اومدن و نیاز به یک عمل جراحی استراری داشتن تا دکترها یک سری اندامهای بیرون زده رو قطع کنن. در چند هفته بعد از تولدشون وزنشون زیاد نمیشد که همین باعث میشد نیاز به لوله های تنفسی داشته باشن. کانر و کارتر دو قلوهایی هستن که از ناحیه شکم به هم وصلن. این 2 برای جدا شدن نیاز به 2 عمل جراحی جداگونه داشتن. در 2 ژانویه در بیمارستان ویلسون فلوریدا روده های کوچک بچه ها رو در طول 1 فرایند 4 ساعته جدا کردن. حال دوقلوها در حال حاضر خوبه، اما 6 ماه بعد تحت عمل دیگه‌ای قرار می گیرن تا کبدشون جدا بشه و در نهایت خودشونو از هم جدا خواهند کرد. انتظار میره که بتونن زنده بمونن. با اینکه فقط 35% دوقلوهای به هم چسبیده تا 24 ساعت بعد از تولد زنده میمونن، آینده کانر و کارتر روشنه. طبق خبرگزاری ها، دکتر دانیل روبی که جراح اطفال بیمارستان ویلسون هست عقیده داره این پسرها شانس بالایی برای زنده موندن دارن. وقتی از دور به اونها نگاه می کنید کاملا عادی به نظر می رسن و هر 2 با نمکن. خواهر برایان جسمین میرابل در یک مصاحبه با اخبار گفت که کانر و کارتر بچه های خارق‌العاده‌ای هستن. ما اصلا نمیدونیم اونا چقدر عمر میکنن. خدا اونا رو به ما بخشید. با اینکه وضعیت پسرها عادی نیست، ولی اونا رو باری بر روی دوشمون نمیبینیم، بلکه یک نعمت هستن. جزمین میگه امیدواریم از هم جدا بشن و بتونیم اونا رو از بیمارستان خارج کنیم و به خونه بیاریم. ما میخوایم اونا دوباره با ما باشن. 4 سال پیش اهالی جکسونویل و آدمای کل دنیا از داستان به دنیا آمدن این 2 پسر در فلوریدا شگفت زده شدند. با اینکه کانر و کارتر چسبیده به دنیا آمدن، یک عمل جراحی معجزه آمیز که در بیمارستان نیویورک انجام شد، اونا رو با موفقیت از هم جدا کرد. چند روز پیش اولین روز مدرسه‌شون رو شروع کردند. چیزی که چند سال پیش مثل یه معجزه به نظر می رسید. خبرگزاری فرست کاست ماجرای این بچه ها رو از زمان به دنیا آمدنشون دنبال میکنه و حالا این بچه ها در شهرشون معروفن. در یکی از بخشای مقاله فرست کاست نوشته شده که کانر و کارتر در ماه دسامبر 2014 به دنیا آمدن. اما قلب پدر و مادرشون شکسته شد چون دیدن بچه هاشون به هم چسبیدن. اونا احتمالاً اولین 2 قلوهای به هم چسبیده‌ای هستن که در شهر جکسون ویل فلوریدا به دنیا آمدن. این 2 پسر صورتشون به طرف همه. کبد و روده مشترکی دارن. به علاوه بخشی از دیواره معده‌شون به طور کامل بسته نبود و در نتیجه پزشک‌ها مجبور شدن قسمت مربوطه رو با صفحات پلاستیکی بپوشونن. اولین عمل جراحی کارتر و کانر در دسامبر 2014 انجام شد. میشل کارتر و کانر رو در فوریه به دنیا آورد. اینکه آیا بچه ها میتونن از قسمت NICU مرخص بشن هنوز مشخص نیست. عملهای جداسازی کارتر و کانر در می 2015 شروع شد و یک تیم 17 نفره از پزشکان این کار رو بر عهده داشت. در حین عمل جراحی، اعضای خانواده دوقلوها پشت درهای بسته گریه می کردن و همدیگر را در آغوش گرفته بودن. بعد از 12 ساعت، یک دکتر از اتاق عمل بیرون اومد و به اونا اطلاع داد که عمل موفقیت آمیز بود.
در دسامبر 2015 بعد از مرخص شدن از بیمارستان، دوقلوها به خونه برگشتن. دوقلوهایی که 17 ماه طاقت فرسا رو در بیمارستان سپری کردن، بالاخره به خونه برگشته بودن. امروز صبح خانواده عکسی رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن و گفتن بچه هامون امروز اولین روز مدرسه شون رو شروع کردن. کارتر کمی ناراحت بود، اما کانر یه قطره اشکم نریخت. کانر حتی به کارتر دلداری داد و ما به اونا افتخار میکنیم. این بچه ها دارن به همه درس میدن که حتی یه بچه هم میتونه قوی باشه. عمل جداسازی بچه ها 15 ساعت زمان برد و بعد از اون به بیمارستان اطفال ولفسون منتقل شدند.